مسلمانان مرا وقتی دلی بود که با وی گفتمی گر مشکلی بود، به گردابی چون می افتادم از غم، به تدبیرش امید ساحلی بود. الان یه مدت کلوفیکم هم خوردم، الان 3 ماه تو پارک میخوابیم با زن مکه. اگه به من باشه من جفتشم میفروشم، خانوادم در آسایش باشم. خسته شدیم انقدر رفتیم تو بیمارستان اومدیم هر روز. تو گفتی مهربان‌تر از خدا نیست، کمی از بندگان خود جدا نیست. چرا هرگز نمیگوید جوابم؟ چرا هرگز نمیگوید در خوابم؟ به گفته سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس، از سال 1390 تا سال 1398 هر ایرانی به طور متوسط 36% فقیرتر شد. ما شاهد این هستیم که به موازات بدتر شدن شرایط زندگی خانواده‌های تهیدست و کارگری، تعداد بسیار زیادی از کودکان وارد چرخه کار میشن. گفتمان من نجات اقتصاد، احیای اخلاق، تعامل با جهان خواهد بود. این الان دنبالیسه مرغه، این هم میبرن برای خوراشیشون، پوست ما رو میبرن از ما، آب میکنن روغنشو میگیرن. من دولت راستگویان و درستکاران را تشکیل خواهم داد. حسن روحانی هم انتخاب بدی برای مردم ایران در دهه 90 بود، حتی میتونم بگم یک سرطانی بود بر جامعه ایران. یه دفعه حاکم شد و اوضاع رو در حد همه قوه مجریه هم بدتر کرد. زنده باد اخلاق. آقا مظاهرات سلمیه، چرا آتیش میزنی؟ زنده باد صداقت، زنده باد حقوق شهروندی. این مریض یه پیرمرد 75 تا 80 سال سن داره، بلوچه، با لباس بیمارستان، اینو آوردن بیرون انداختن. زنده باد تدبیر، زنده باد امید، زنده باد تدبیر و امید، زنده باد اسلام، زنده باد ایران. هوا بس ناجوان مردانه سرد است. برنامه من نجات اقتصاد کشور است. درود بر بهار انسانی. سلام بر تو ای بهار انسان‌ها. بهار سال 92 بود. عده زیادی از مردم به سختی خودشان را به سفره نوروز رسانده بودند. مشکلات اقتصادی، تورم و بیکاری زیاد شده بود. تصویری ناامید کننده در پایان 8 سال ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد. 17 اردیبهشت ماه هم این مرد شناسنامه و کلید مشهورش را برداشت و راهی محل ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری شد تا به گفته خودش اقتصاد ایران را نجات دهد. و بعد حرف‌هایی زد که آن زمان گوش‌ها را تیز می‌کرد. آقایانی که کشور را به این روز انداختید، دیگر مردم شما را نمیخواهند. دولت تدبیر امید دنبال این هست که
اونچنان رونق اقتصادی ایجاد بکنه و اونچنان مردم رو از لحاظ درآمد سرشار بتونن در اختیارشون قرار بگیره. اصلا به این 45 هزار تومان خودشون نیاز نداشته باشن. بالاخره وعده های معیشتی و البته انتقادهای شدید از عملکرد دولت وقت کار خودش رو کرد و روحانی طبق آمار دولتی با بیش از 18 میلیون رأی هفتمین رئیس جمهوری ایران شد. اما این تازه شروع کار بود. حسن روحانی با ادعایی اومد که در مخالفت با پاپولیسم اومد، در ادعای این که دوباره حداقل قوه مجریه به مدار عقلانیت بر میگرده، ولی ما میبینیم یک نوع پاپولیسم به معنای دعاوی فریبنده، دعاوی که پشت سرش اراده‌ای اساساً برای اجرا نبوده، رأی مردم رو جلب کرده و بعد عملکرد دیگری داشته و بی‌اعتنا به وعده‌ها و قول و قرارهای خودش بوده. از لحاظ اقتصادی معتقد بود که ایران رو با همین نظام جمهوری اسلامی میشه با یک مدیریت خردمندانه اقتصادی آشتی داد و به خصوص مسئله تحریم ها رو حل کرد و به ایران اجازه داد، امکان داد که بتواند از سرمایه گذاری های خارجی استفاده بکنه، پای توریست های خارجی به ایران باز بشه و شعارش هم این بود که برای خروج از دشواری های دوره احمدی نژاد باید با کت خدا مذاکره کرد. منظورش از کت خدام طبعا کاخ سفید واشنگتن بود. چهار سال اول ریاست جمهوری حسن روحانی با تمرکز بر مذاکرات هسته‌ای سپری شد. توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی در تیر ماه 94 رفع تحریم ها و آزاد شدن پول های بلوکه شده ایران را در پی داشت. عاملی که باعث شد ایران نفت بیشتری بفروشد. تحولاتی که حسن روحانی آن را مایه افتخار دولتش می خواند. اما حتی در بهترین شرایط هم درد بخش بزرگی از مردم ایران را دوا نکرد. در تمام 4 سال دولت 11 هم عده زیادی از مردم به وضعیت بد معیشتی خود اعتراض داشتند. با این حال توافق هسته‌ای در انتخابات 96 به کمک حسن روحانی آمد. این بار اما حسن روحانی دست به عصاتر وارد کارزار انتخاباتی شد. بیشتر تأکید بر دستاوردهای 4 سال گذشته به خصوص برجام بود. دولت همچنان از جشن هسته‌ای و پیروزی در انتخابات سرمست بود که زمستان از راه رسید. سفره‌های خالی، گرانی و بیکاری و مشکلات اجتماعی و امنیتی مردم جان به لب رسیده را به خیابان‌ها کشاند. همزمان در آمریکا دونالد ترامپ که حدود 1 سال از آغاز ریاست جمهوریش گذشته بود، زمزمه‌های خروج از توافق هسته‌ای را شدت بخشیده بود. سرانجام دونالد ترامپ در اردیبهشت 97 از توافق هسته‌ای خارج شد و بحران آغاز شده دولت روحانی را تشدید کرد. تحریم‌های قبلی و حتی تحریم‌های سنگین جدید از راه رسید. آبان ماه 98 دولت برای جبران کسری بودجه و حل برخی مشکلاتش به طور ناگهانی قیمت بنزین را 3 برابر کرد. تصمیمی که اعتراض‌های گسترده‌ای را در پی داشت. کلانتری مالی آباد داره شلیک می‌کنه به مردم. کلانتری مالی آباد مردم را سینه تیر. مردم با تیر زدن. اعتراضاتی که به گفته خبرگزاری رویترز بیش از 1500 کشته در پی داشت. تنش ایران و آمریکا در پی کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه و همینطور حمله ایران به هواپیمای مسافربری اوکراین در میانه اقدام انتقام جویانه ایران، اوضاع اقتصادی کشور را از گذشته هم بدتر کرد. بهمن ماه 98 با
ورود ویروس کرونا به کشور هم مانند میخی بود که بر تابوت اقتصاد دولت حسن روحانی کوبیده شد. رادیو فردا قصد داره با تهیه گزارش‌هایی از پیامدهای ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی دولت حسن روحانی بگه. چند ماه پیش برای ارزیابی میدانی وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم دست به کار شدیم. علاوه بر جستجو و پرسجوهای خودمان، فراخوان تصویر و صدا هم دادیم. 6 ماه ندیدم مشتی چجوریه. دیدم نمیتونستم بخرم. از آنچه خواندیم و دیدیم و شنیدیم به یک جمع‌بندی کلی رسیدیم. بسیاری میگویند یخچال و جیب خالی که فیلم گرفتن ندارد. آن چیز که عیان است چه حاجت به بیان است. عده‌ای دولت حسن روحانی را مقصر وضعیت بد اقتصادی خود می‌دانند. عده‌ای دیگر اما معتقدند روحانی کاری نیست و تصمیم‌های مهم اقتصادی را رهبر جمهوری اسلامی و نهادهای زیر نظر او می‌گیرند. به هر حال آنچه مسلم است وضعیت معیشتی بسیاری از مردم ایران بد است و در 8 سال ریاست جمهوری حسن روحانی اقتصاد ایران آب رفته. به مردم قول دادم که هم برای اشتغال تلاش مضاعف انجام بدم و هم برای رفع فقر مطلق. اینجا بابام تو خونه گرفت اینجا مستجری نشه وز مالی بابام خوب نیست در آمدی نداره از خودش خب توی پیر مرزی نتوانه خونه مردم رو کار میکنه میره سر کار خب توی میکنه نظافه تمیسی داروام نه توسید بیمارستان بیرون خونه آس در ماسم شدید خب داروام بیرون حتی از این اسم نداشتم به خدا هستم تو میاره اینا میارن به بچه ها مواد میدن بچه ها رو مجبور میکنن آلوده میکنن بچه ها رو همینا به خاطر اینکه بچه ها رو آلوده میکنن که بچه ها برن براشون زایات جمع کنن بچه ها به درمی شده میره جمع میکنه این دستم لمس شده نامسه تو سر میبینه ببین اینقدر جمع میکنه که میشه 50 کیلو 30 کیلو باید بیان ازش چی بگیرن بده من حرفم بزنی میزنن تو جونن چم همشون زن بعد صدا دارن همشون خانواده دارن ایران رو میشه در رده کشورهای در حال توسعه دارای درآمد متوسط اندازه گیری کرد و برای این گروه از کشورها 3.2 دلار خط فقر. خب بنابراین برای یک خانواده 4 نفری خط فقر یعنی 3.2 ضرب در 4 چیزی میشه برای یک خانوار در سطح 7 تا 9 میلیون تومان در ماه. من قصاب بودم، طولم رو بردم برشکست شدم، مریض شدم، پام وارث آورد نتونستم سر کار برم. الان یه مدت کلوفی کنم خوردم، الان 3 ماه تو پارک میخوابیم با زن بچه. خدا شاهد میگیرم هر موقع میام گریه میکنم، خدا را قسم میدم هیچ کس دادرس نیست. فکر میکنم اصلا از یاد خدا هم رفتیم ما. بعض موقع میبینم جاره اینجا رد میشه یه سگ بغل کرده خوش میکنی میگم خدای ارزش این ماما این سگ اندازه این سگم نیست. موسیقی
شبا که کارتون خوابا میخوابن کنار خیابون، اونا کارتون خوابا. منم که چی، 47 سال من نون پختم که حالا این یه سولاخی خونه رو دارم. من بیکار نبودم، من الان کارتون خوابی هم نمی کنم. 2 ماه فقط به خاطر داروی زنم که سرطانیه اومدم کنار خیابون. اگر زنم سرطان نداشت، اون برجی 400 رو به من میدادن، من بستم، نون خالی میخوردم. من به قرآن پول حقوقی که به زنم و خودم میدم، پول دارو میدم، کم میارم. یه زن سرطانی معلومه چقدر دارو میخواد، هر روزی میدرمانی شده کم میاره. سال هاست که فنر گرونی در رفته، مردم هرچی میدونن به گرد قیمت ها نمیرسن. تو این کلاغ پر اقتصادی پرنده و غیر پرنده از سفره های مردم پریدن. گوشت پرید، مرغ پرید، ماهی پرید، آجیل شب عید پرید، میوه پرید و سفره ها کوچک و کوچکتر شدن. نیازهایی که یک فرد به طور عادی میتونه داشته باشه، نیازهای پروتئینی که اگر برطرف نشه بدن شروع میکنه به سوختن و استفاده از پروتئین‌های عضلات. میبینیم افرادی که دچار سوء تغذیه یا بهتر میشه گفت عدم دسترسی به ماده غذایی سالم دارن و یا پروتئین‌های لازم دارن، کم کم عضلاتشون تحلیل میره، بافت‌های حیاتیشون به تدریج تحلیل میشه. عوارض مستقیم اون باعث میشه که فرد خموده بشه، باعث میشه که فرد مشکلات روانی زیادی پیدا بکنه. خبر فروش میوه های ضایعاتی در میدان های تره‌بار را مسئولان داده بودند. گفتیم از نزدیک هم ببینیم. در چنین شرایطی این رویکرد صدا و سیمای جمهوری اسلامی برای ترویج اقتصاد مقاومتی مورد نظر مسئولان نظام نمک روی زخمی است که حسابی می‌سوزاند. یا مثلا الان میوه گرون شده، چه لزومی داره که حالا ما تو میزمون، تو سفرمون چند نوع میوه باشه؟ حالا مثلا یه هفته ما میوه نخوریم، هیچ اتفاقی نمیافته. کاهش قدرت خرید مردم در مواد غذایی مورد نیاز و سالمشون تنها به یک نگاه ظاهری بسنده نمیشه. این نیست که ما به راحتی بگیم خب حالا گوشت نخوریم، حالا ما میوه نخوریم. مواد غذایی مورد نیاز اگر به کودکان زیر 5 سال نرسه، اولین تأثیرش روی رشد فکری و عقلانی اونها هست. تو گفتی مهربان‌تر از خدا نیست، کمی از بندگان خود جدا نیست. چرا هرگز نمیگوید جوابم، چرا هرگز نمیگوید در خوابم. شاید تنها دلخوشی این بچه ها هم با آمدن کرونا از بین رفت. بسیاری از این کودکان محروم سال گذشته به خاطر نداشتن امکانات اینترنتی، کامپیوتر و گوشی‌های هوشمند از همین تحصیل نصف و نیمه آنلاین هم باز ماندند. که من به حس میگفتم که میکروب ها در جاهای کثیفی زندگی میکنند. تو باید قبل از غذا دستایت را بشویی و خودت دستایت را بشویی و خودت را. اونایی که فقر حس نکردن، خجالت در برابر زن و بچه رو نمیدونن. اینجا فقر و نداری حد ندارد. طاقت آدم ها گاهی تمام می شود. تنشان را بر می دارند و راهی بازار می شود. یکی اینجا در سیاهی شب آن را می فروشد. دیگری اینجا در سپیدی روز. اینجا کوچه فرهنگ حسینی است، حوالی میدان ولیعصر تهران، و این آگهی ها که از در و دیوارش می بارد.
حتی درختان این کوچه هم با آنها آشنا هستند. ببین اگه آدم مثلا سر غذا و اینجور چیزا باشه، با گیاه تو خیابون هم شده خودشو سیر میکنه، ولی وقتی که خانوادت مریض باشه، داخل مملکتی باشی که نه ازت حمایت میکنن نه بهت میرسن، به پول خیلی بیشتر از اینا نیاز دارم، به خاطر اینکه مریضی مادرم سرطانه، نمیتونم، نمیرسم. الان هر راهی که میزنم نه کسی بهم پول قرض میده نه دولت حمایت میکنه، وارد بیمارستان هم میشی یا میگن باید بیمه داشته باشی یا فلان باید باشی، نداریم ما این چیزا رو. ما قشر کارگریم. رفتم قرض بگیرم، وام بگیرم، وام که باید ضامن داشته باشی نمیدن. بری بیمارستانم که همون اول یا باید پول بدی یا بری بیرون یا اصلا تحویلت نمیگیرن. خیلی سخت هست اگه خودمون رو جای افرادی بذاریم که دارن بخشی از بدنشون رو واگذار میکنن به شخص دیگه، نه با اختیار، نه با علم به این که فقط برای نجات یک همنوع برادر، خواهر یا فرد دیگری هست، بلکه فقط به اجباری که میتونن این رو در اختیار قرار بدن و چند روزی بیشتر بتونن خودشون، خانوادهشون رو از فقر و گرسنگی نجات بدن. متاسفانه این بخش بخشی هست که هرچه که در سالهای اخیر میگذره برجسته تر میشه در داخل ایران. اگه به من باشه من جفتشم میفروشم، خانوادم در آسایش باشم. خسته شدیم انقدر رفتیم تو بیمارستان اومدیم هر روز. من که حالا تو همین دیوارم گذاشتم، شماره هم نوشتم، دلال همین اسم هم نوشتم، دلال زنگ این قیمت کلیه دلال، مثلا زنگ میزنم به من میگن 50 تومن 60 تومن از 20 تومن هم حتی بهم قیمت دادن، همه هم گریه میکنم فلان میکنم، ولی کسی مشکلات منو نمیدونه. آقای رئیس جمهور دکتر روحانی شعار رفع فقر رو دادن، من میخوام منصفانه در این جمع و در جوار حرم اعلام بکنم که این شعارشون عمل کردن. ارزیابی رئیس سابق بزرگترین نهاد امداد رسان به فقرای کشور که به گفته خودش بودجه رفع فقر را تمام و کمال دریافت کرده را کنار سکوت آماری مرکز آمار که بگذاریم، اعلام افتخار آمیز رفع فقر مطلق توسط حسن روحانی دیگر دور از انتظار نیست. و امروز در کشور فقر مطلق وجود نداره. باید بشه، حالا اگرم جایی ما فکر میکنیم این فقر مطلق هنوز وجود داره، ما باید این رو به جد مبارزه کنیم و فقر مطلق باید از بین بره. واقعا دوران بسیار سختی رو مردم ایران در دهه 90 گذروندن و خب وقتی حسن روحانی صحبت میکنه انگار مردم در کشور دیگری دارن زندگی میکنن، در جامعه دیگری زندگی میکنن. من 4 سال بود منتظر این سوال بودم که یک کسی از من بپرسه و من این دروغ رو بگم. خودم چون سالها در فقر و گرفتاری مالی زندگی کردم میدونم یعنی چه. من میخوام کاری کنم دولت به سوی مردم دست دراز کنه، نه اینکه ملت بزرگ و عزیز ما به سمت دولت دست دراز کنه. ما تمام کالاهای اساسی مورد نیاز ضروری مردم رو به وفور در بازار در اختیار مردم گذاشتم، بدون اینکه کشور رو کپونی بکنیم اداره کردیم. که شما میبینید الان تو این کشور نه قحطی است نه غلاست، نه اینکه برای هر ماده غذایی صفهای طولانی باشه. حتی از اول 98 یک آرامشی خداوند برای این مردم نازل کرد. من روزانه نظرسنجی میکنم، یعنی تو خیابون وقتی با ماشین میرم تمام چهره های مردم به من نگاه میکنم، چند نفر لبخند دارن، چند نفر عصبانی هن، چند نفر قیافشون گرفته. من یه چیزی میخوام اضافه بکنم، اون ویژگی های شخصی حسن روحانی هست که یک انسانی هستش که هیچ پروایی در هیچ درجه از گفتن دروغ، از فریب نداره. دوچار خودشیفتگی زیادی هست،
در یک توهم به سر میبره. یعنی دنیا وقتی حسن روحانی صحبت میکنه از عملکرد خودش دفاع میکنه، ما ببینیم یک دنیای دیگری هست که دنیای آلترناتیوه. این دولت همون دولتی است که علی رغم تمام فشارهای جهانی قیمت ارز رو تونست کنترل بکنه و آرامش به وجود بیاره. بیشتر سهولت حسابگری هست، این صفرها حذف میشه، زیباتر شدن پول ملی در برابر پولهای خارجی است. این که از روز اول ما به مردم عهد کردیم سانتریفیوژ میچرخه، چرخ اقتصاد میچرخه، این را ما عمل کردیم. خب ما در شرایط صلح اون قولها را داده بودیم، بعد وارد یک جنگ شدیم. خب منم مثل شما صبح جمعه دیدم قیمت تغییر کرد. مردم برای کمبود و مشکلات در کشور اگر میخوان لن و نفرین بکنن، این لن و نفرین آدرسش کاخ سفید در واشنگتنه. تورم رو باید مهارش بکنیم، رشدش رو باید کنترل بکنیم و کاهش بدیم. جنس الان از سال قبل به این ور تر 50-100% رفتن روشون. مثلا میتونم بهتون مثال بزنم، جنس های لبنیاتمون، مثلا شیر دامداران که الان همین هست توی یخچالمون، ما سال قبل این موقع میفروختیم 5 تومن، الان شده 9000 تومن. والا نسبت میوه‌ها نسبت به پارسال خیلی فرق کرده. بعد از این ورم وقتی میاریم مردم در توانشون نیست مثلا خرید آنچنانی کنن. خب مثلا حالا میان یا 4 تا یا 3 تا ندارم واقعیتش، مردم دیگه دستپالشون خیلی خالی شده. گوشی هستن دیگه و مردم دیگه واقعا گوش رو اصلا نمیبینن، سمت گوش نمیرن دیگه. گوش که اومده شده مثلا 140 تومن، 150 تومن، 130 تومن، گوسفندی رونه شده 160 تومن. مردم مرغش رو ندارن بخورن، میان سمت پوست و اسکلت و اینجور چیزا، چه برسه به خود مرغ. حالا گوش به کنار، گوش بماند. آقا چرا نه مثلا طرف میان آقا مثلا مرغ بده، مرغ دوانه یه مرغ میکشه مثلا 50 تومن میشه، مثلا میگه آقا یه رون بده، مرغ نمیخوام، بعد می مجبور میشم یه رون بهش میدم. یه اینطوری اصلا مثلا طرف می آقا 10 تومن چرخ کرده بده، 10 تومن خود چرخ کرده، 10 تومن نمیشه آخه. اینجا در کوچه و خیابانهای شهر آنچرا اقتصاددانها و سیاستمدارها با کلماتی مثل تورم و برای توضیح اقتصاد بیمار ایران استفاده میکنند، مردم هر روز با پوست و گوشت و استخوانشان درک میکنند. برای کسی که سالها پیش با یک جعبه میوه به خانه میرفت و حالا با چند دانه سیب ضایعاتی، گرانی واژه کمجانی برای توصیف این اوضاع نابسامان اقتصادی است. گرونی اما تورم نیست، نتیجه اونه. سالهاست که در دوره‌های مختلف نامزدهای ریاست جمهوری میان و وعده مبارزه با گرونی و مهار تورم رو میدن، اما مشکل همچنان سر جای خودش باقیه. معضلی که 4 دهه است گلوی اقتصاد ایران رو محکم گرفته. تورم بالا در 8 سال گذشته به شدت قدرت خرید مردم را پایین آورده. هرچند حسن روحانی از ابتدای دوره اول ریاست جمهوریش گاه و بیگاه از مهار تورم توسط دولتش صحبت کرده. ما به مردم وعده دادیم یک اقتصادی که در اون اقتصاد بتونیم به یک تورم تک رقمی برسیم و به یک رشد دو رقمی برسیم. به هر دوش ما رسیدیم. تک رقمی شدن نرخ تورم بر اساس آمار رسمی 2 سال اتفاق افتاد. در سال 1395 و در سال 1396. ولی بعداً این تک رقمی شدن
پایان یافت دورش و تازه باید حضورتون عرض کنم که وقتی میگیم تک رقمی چیزی حدود 9% بود و 9% هم در حال حاضر در سطح بین المللی وقتی که شما با نرخ تورم منطقه دلار یا منطقه یورو یا حتی با نرخ تورم کشورهای همسایه ایران که خیلی از اونها حتی تورم منفی دارن مقایسه میکنین، رقم بالاییه، ولی به هر حال موفق شد تورم رو بیاره به زیر 10% در طی مدت فقط و فقط 2 سال. این آمار تورم بهمن ماه پارسال در ایران و چند کشور دیگر را با هم مقایسه کرده. ایران با تورم بالای 48% وضعیتی به مراتب بدتر از این کشورها دارد. و این آخرین نرخ تورم در دولت حسن روحانی. تورم سالیانه بیش از 44%. تورم نقطه به نقطه نزدیک 44%. تورم مواد خوراکی و آشامیدنی حدود 57%. حتی آمار غیر قابل اعتماد مرکز آمار ایران هم میگوید دولت حسن روحانی در مهار تورم شکست سنگینی خورده. با وجود این تورم خرید خانه دیگر رویایی بیش نیست. برای عده ای اجاره نشینی در داخل شهرها هم کم کم دارد به رویا بدل می شود. مشتری داشتیم از تهران اومده سمت کرج به دلیل اینکه خونه های تهران فوق‌العاده گرون شده. الان اکثر مستاجری که تو اینجا هستن میان قیمت ها رو میگیم مثلا یه جور ناامیدی تو چهرهشون میبینیم ما. مثلا معلومه که نمیتونه توان پرداخت این اجاره رو نداره. الان هم که این محله مثلا خود بومی های محله بچه هاشون دیگه دارن حاشیه نشینی میرن. دوتا خانواده با هم بله هستش. بله هستش. اومدن من خدا مثلا میگه آقا دوتایی مثلا پول پیش من 60-70 تومن. ماهی هم مثلا میگه آقا 500-600 تومن. یه کارگریم. 4 روز سر کاریم. 4 روز شاید بیکار باشیم. فکر کنم یه کاری کردیم که با هم دیگه پول پیش با هم دیگه درست کردیم. یه جایی که دربستی حتی 60 متری هم شده که من آدم دارم که 6 نفرن. یه بچه این داره، یه بچه اون، یه زن شوهرم هستن. با هم دیگه مثلا مجبورم، میگه مجبوریم، میخوام بگیریم که حداقل شب از سر کار میگیم یه جایی داشته باشیم که بتونیم استراحتمون کنیم. عده‌ای سرپناهی دارند و شب سرشان را سیر یا گرسنه زمین می‌گذارند. عده‌ای دیگر حتی نمی‌دانند همین سر گرسنه را کجا بخوابانند. مشکل بیکاری را حل کنیم در این کشور. امروز حداقل 3,300,000 بیکار ما داریم. Thank you.
گاز اشک‌آور زدن همین الان داخل محوطه آذران. مشکلات ما اینه که زمانی که کار میکنیم حقوق داریم، زمانی که کار نکنیم حقوق نداریم، بیمه که نداریم. اگر خدای نکرده بخوریم زمین، دستمون به هیچ جا بند نیست که بریم بیمه بکنیم نکنیم، کسی رو داشته باشیم کمکمون بکنه یا ساپورت بشیم. 15 تا ما نیرو داشتیم اینجا، از 15 تا 5 تاشون رو مجبور شدیم کم کنیم به خاطر شرایط کاری، کمبود مشتری. بیکاری از مشکلات بلند مدت اقتصاد ایران است. از قولهای اولی که بیشتر نامزدهای ریاست جمهوری هم می‌دهند، رسیدگی به مشکل بیکاری است. 867,000 فارغ التحصیل دانشگاه امروز بیکارند. حسن روحانی هم حل این مشکل را اولویت اول دولتش خوانده بود. این آمار بیکاری در 3 سال گذشته است. همونطور که میبینید نوسان زیادی نداره. اما نکته بارزش اینه که در زمستان سال 1399 تعداد بیکاران نسبت به 2 سال قبلش کمتر شده. شاید بعضیا با شنیدن این آمار خندهشون بگیره. چطور ممکنه با وجود رکود اقتصادی شدید و شیوع کرونا آمار بیکارا پایین اومده باشه؟ نرخ مشارکت اقتصادی در ایران سقوط کرده، کاهش پیدا کرده به شدت. چرا؟ چون بخشی از کسانی که دنبال کار می‌گشتند خودشون رو از بازار کار بیرون کشیدند، مایوس شدند و دیگه دنبال کار نیستند. در نتیجه نرخ مشارکت اقتصادی که در زمستان سال 97 42% بود، در زمستان سال 1399 در محدوده 40% قرار گرفته. حالا یک کسی ممکنه بگه آقا من رفتم شغل پیدا نکردم. اصلا نمیشه آدم دنبال کار بره کار پیدا نکنه. و این گوشه ای از اشتغال فراگیر. کارهای موقتی که بسیاری صرفاً برای امرار معاش آنها را انجام می‌دهند. شغل‌هایی که نه امنیت دارند، نه ایمنی و بیمه و نه ارتقا و آینده‌ای. در عوض تا بخواهی مشکلات و درد سر دارد. که متقاعد کنی یه سرباز و یا یه مأمور شهرداری رو که باید ساز بزنی و بعد روزی تو در بیاری و بعد خرج کنی، اونم خودش کار سخته. به خاطر این که ساز میزنن توی خیابون دستگیر میشن، فکر میکنن سد معبر یا هر چیزی. یا البته دیگه ای هم که هست برخورد بد مقره نیروی انتظامی و دیگه بقیه دستگاه مربوطه است. یعنی با ما به صورت مجرم برخورد میکنه. کار فراوونه، ما هممون میتونیم بریم وارد بازار کار شیم. ما دانشجویان لیسانسیه و کارشناسی ارشد داریم که دست فروشی میکنن. ما شمار زیادی از فارغ التحصیلان دانشگاهی رو داریم که تبدیل به دلال شدن و در بنگاه های معاملات ملکی کار میکنن. بنابراین اینها رو هم باید به صورتی در رده بیکاران کشور به حساب آورد. حالا ممکنه یه بعضی از میگه آقا این کار در شأن من نیست. خب حالا این شأن بذاریم کنار. شأن بذاریم کنار. این هم بازار دیگری که بسیاری نه به توصیه حسن روحانی بلکه از روی ناچاری وارد آن شدند. تقریباً در همه شهرها دیده می شود.
پیر و جوان و البته عده زیادی کودک. اینجا دیگر کنار گذاشتن شأن و منزلتی که روحانی از آن یاد می کند طنز تلخی بیش نیست. اما وضعیت آنهایی که کار دارند هم چندان بهتر از بیکاران نیست. در این دولت هر مقدار تورم بوده حقوق کارگر بیشتر اضافه شده. به نظر من از سال 92 شرایط کارگران به مراتب بدتر شده. اون زمان شاید فقط مشکلشون فاصله بسیار زیاد دستمزد با سبد معیشت بود، چیزی که الان به مراتب باز هم بیشتر شده. بانک مرکزی در اسفند ماه سبد معیشت ماهانه یک خانوار رو در شهرهای ایران 10 میلیون تومان و در تهران 11 میلیون تومان اعلام کرد. شورای عالی کار حداقل دستمزد ماهانه یک کارگر مشمول قانون کار رو که سرپرست یک خانوار 3.3 نفره باشه 4 میلیون 200 هزار تومان اعلام کرده. به این ترتیب ما شاهد فاصله بسیار زیاد بین درآمد یک کارگر حداقل دستمزد و سبد معیشت ماهانه هستیم. دخل و خرج که با هم نمی‌خواند هیچ، عده زیادی از کارفرمایان همین حداقل حقوق را هم گاهن با ماه‌ها تأخیر و بعد از اعتراض‌های مکرر کارگران پرداخت می‌کنند. کارگران عزیز، عزیزان من، ای کسانی که افتخار اقتصاد ایران هستید، افتخار ملت ایران هستید، افتخار جهان اسلامید. و این طرز برخورد دولت حسن روحانی با این به گفته او افتخارهای کشور. به طور مثال ما شاهد افزایش تعقیب قضایی و امنیتی فعالان کارگری و در این حال حتی کارگرانی هستیم که نسبت به شرایط معیشتیشون اعتراض میکردن. این نوع برخورد رو در مورد کارگران ناراضی ما قبلا کمتر داشتیم. بیشتر برخوردها متوجه فعالان کارگری و صنفی و در حقیقت مدنی بود. اما ما میبینیم که الان کارگران ساده، کارگرانی که به طور مثال ممکن است طرف همکارانشون به عنوان نماینده انتخاب بشن، اخراج میشن، بازخواست میشن، احضار میشن، حکم بازداشت میگیرن، احیانا هم در این ورانور گوش و کنار حکم شلاق هم میگیرن. ما میتوانیم در یک زمان کوتاه تحول اقتصادی در کشور به وجود آوریم. رشد اقتصادی یک کشور در واقع منظور رشد تولید ناخالص داخلی اون کشوره. تولید ناخالص داخلی وقتی میتواند بر سرنوشت یک کشور، بر قدرت اقتصادی یک کشور تأثیر بگذاره که طی یک مدت طولانی مثلا 10 سال، 15 سال یا بیشتر رشد مثبت داشته باشه. و اگر این رشد مثبت تحقق پیدا بکنه همه چیز در این کشور عوض میشه. سالهاست که دیگه عده زیادی از مردم شاهد چنین تحولاتی نیستن. شاید بد نباشه برای بررسی تأثیر رشد اقتصادی مثبت بر زندگی مردم به عقب برگردیم و رشد اقتصادی سالهایی رو مرور کنیم که از اونها به عنوان سالهای طلایی اقتصاد ایران یاد میشه. دیگر از ما یادی نکنی، یادی از ناشادی نکنی، دیگر جامی با من نزنی، سوز جام را دامن نزنی. ایران طی مدت 14-15 سال به طور کلی از آغاز دهه 1340 خورشیدی تا نیمه دهه 1350 برای نخستین بار در طول
تاریخ معاصرش از رشد اقتصادی بالا و طی یک دوران طولانی برخوردار شد. من خودم شاهد این بودم که می دیدم زندگی مردم ماه به ماه عوض میشه، خونه هاشون بزرگتر میشه، سطح معیشتشون بالا میره. به تدریج واقعا من احساس میکردم که حتی فیزیک انسان ها دگرگون میشه. بیشتر بودن سرانه تولید ناخالص داخلی قبل از انقلاب 57 البته به معنی رفاهی یکسان برای همه بخش‌های جامعه نیست. ایران همیشه در طول تاریخ خود با مشکل توزیع نامتناسب ثروت و نبود حمایت کافی از افراد ضعیف و کم درآمد روبرو بوده. از طرف دیگر فساد مالی و اداری همیشه یکی از مشکلات حکومت‌های حاکم بر ایران بوده. اما مقایسه حداقل درآمدها در قبل و بعد از انقلاب 57 نشان می‌دهد که دست کم قدرت خرید مردم در قبل از انقلاب بیشتر از بعد از آن بوده. بعد از انقلاب 1357 و تشکیل نظام جمهوری اسلامی، در طی دهه اول این نظام ما شاهد فروریزی تولید ناخالص داخلی ایران بودیم. نرخ رشد اقتصادی ایران در دهه دوم و دهه سوم طبعاً مثبت بود، ولی نه آنچنان که بتواند عقب ماندگی دوره دهه اول رو جبران بکنه. و بالاخره در دهه چهارم جمهوری اسلامی، یعنی در سالهای 1390، ما دوباره شاهد نرخ رشدهای منفی بودیم و در مجموع حتی با یک بررسی خیلی خوشبینانه میتونیم بگیم که از آغاز دهه 1390 تا پایان این دهه که ما در حال گذروندن اون هستیم، نرخ رشد اقتصادی ایران منفی بوده. مسئله عدالت اجتماعی و کم کردن فاصله اقشار مختلف جامعه اهمیت فراوانی داره. قرار بود ثروت تولید کند و از آن مهمتر عادلانه بین مردم تقسیم کند. به عبارتی شکاف طبقاتی را کم کند و نابرابری‌های اجتماعی را ریشه کن. 8 سال گذشته و سؤال این است که آیا حسن روحانی در عمل به این وعده موفق شده؟ برای بررسی این موضوع اول به سراغ یک شاخص مهم اقتصادی می رویم. اندازه‌گیری نابرابری‌های اجتماعی بر اساس شاخصی است که به وسیله یک ایتالیایی کشف شده در اوائل قرن 20، متخصص آمار و جمعیت شناسی بوده، اسمش بوده جینی. در واقع این شاخص بین 0 و 1 نوسان میکنه. 0 در جامعه ایست که در اون برابری کامل کامل باشه. 1 متعلق به جامعه ای هست که در اون نابرابری بسیار شدید باشه، مطلق باشه. در دوره دولت روحانی ضریب جینی پیرامون 0.40 نوسان میکنه که این ضریب رو حتی در مقیاس خاورمیانه که منطقه است بسیار نابرابر از لحاظ اجتماعی، ایران در موقعیت بدی قرار داده. میزان فساد مالی و اداری دولت‌ها هم به افزایش نابرابری در جامعه کمک زیادی می‌کند. سازمان‌های بین‌المللی معتبر هر سال گزارش‌هایی را در این مورد منتشر می‌کنند. What is corruption? از جمله سازمان شفافیت بین المللی، شاخصی که این سازمان از طریق آن یکی از مهمترین عوامل ایجاد نابرابری اجتماعی را می سنجد، شاخص ادراک فساد نام دارد. و ادراک فساد به این معنی هست که چگونه کسانی در یک کشور با استفاده از موقعیت سیاسی و اداری خود به
نان و نوا میرسن. نان و نواهایی که رسیدن به اون برای بسیاری از مقامهای جمهوری اسلامی آسونه. عده‌شون هم تا تونستن از این فرصت طلایی استفاده کردن. پدیده موسوم به آقازاده ها و ثروت‌های کلانشون تأییدی بر این گفته هاست. سازمان شفافیت بین المللی بر اساس همین اطلاعات هر سال به ایران نمره می دهد. نمره ای از 1 تا 100. در آخرین گزارش این سازمان نمره ایران 25 شد و در جایگاه 149 قرار گرفت. و این نمود آنچه شاخص جینی و گزارش سازمان شفافیت بین الملل تلاش می کنند از طریق اعداد به ما نشان بدهند. جامعه واحد که در 8 سال گذشته در آن فقیرها فقیرتر شدند و پولدارها پولدارتر. بدبختی و ناچاری دارم دارا جمع کنم. ما ندارم. زن و بچه دارم. دیگه. چی بگم؟ دیگه ولی چی باید بگم؟ سختی کار رو داریم میبینید. با کثافت و میکروب و با همه چی ما داریم دست پنجه نرم میکنیم. آقا بخواد یه لقمه نون ببریم برای زن و بچه ها. مستعجلم. اجاره خونه باید بدم. خرج دو تا بچه دارم. در 8 سال گذشته علارغم وعده‌های حسن روحانی ثروت عمومی چندانی تولید نشد که اگر شده بود نرخ رشد اقتصادی اینقدر پایین نبود. البته ثروتی میلیاردی اون هم برای عده‌ای خاص تولید شد. به مدد سیاست‌های اقتصادی ناسنجیده دولت و راندخاری و فساد. و این یکی از زمینه‌های فساد گسترده در دولت حسن روحانی. سیاستی که با خروج آمریکا از توافق هسته‌ای بحران اقتصادی کشور را دوچندان کرد. نرخ ارز، نرخ دلار از فردا برای تمام فعالان اقتصادی 4200 تومان خواهد بود و ما با این عدد و با این رقم ارز به همه نیازهای کشور از طریق بانک مرکزی و صرافی‌ها و بانک‌های تحت کنترل بانک مرکزی ارز خواهیم داد. حسن روحانی در سیاست‌های دیگری هم که می‌خواست از طریق آنها نابرابری‌های اجتماعی را کاهش دهد، اقبال چندانی به دست نیاورد. بی‌عملی دولت در اصلاح دیگر ساختارهای اقتصادی از جمله ساختار مالیاتی هم به زیادتر شدن فاصله اجتماعی کمک کرد. دولت مدت‌ها بود که می‌گفت می‌خواهد با حذف 3 دهک ثروتمند جامعه یارانه آنها را به اقشار کم درآمد بدهد. طرحی که رئیس جمهوری آن را به بهانه آنچه عدم تمایل برای ورود به حریم شخصی مردم نامید هرگز عملی نکرد. نتیجه ناکارآمدی این سیاست ها حالا فاصله طبقاتی است که به این زودی ها و سادگی ها کم نخواهد شد. شکستی آشکار که حسن روحانی آن را عمدتاً به 2 عامل ارتباط می دهد. اول به گفته او جنگ اقتصادی و خروج آمریکا از برجام و دوم همگیری کرونا در کشور. این در حالی است که منتقدان حسن روحانی او را به سوء مدیریت متهم می کنند. آنها همچنین فساد سیستماتیک اقتصادی و بودجه هنگفتی که جمهوری اسلامی برای پیشبرد سیاست‌های منطقه‌ایش هزینه می کند را از دیگر عوامل عمده وضعیت بد اقتصادی کشور می دانند. این دولت مقصر در این وضعیت. این نیست که بگه یک ترامپی بود، همین ادعاهایی که میکنه شبیه همون مواضعی که دولت احمدی نژاد و اصولگراها در مورد اوباما هم انجام میدادن. اومدن یک مثلا فرد شریری بود به ادعای زعم اونها و اومد یک تحریمی رو تحمیل کرد به ما و جنگ اقتصادی شد. نه، خود شما هم در شکل‌گیری این جنگ اقتصادی نقش داشتید. آقای روحانی، شما نمیتونستید در برجام مصالحه با دولت آمریکا مصالحه اتمی بکنید. خواهان این میشید که ایران در مناسبات تجاری دنیا
وضعیت عادی داشته باشه، هیچ تحریمی نباشه، ولی از اون طرف برید در منطقه، در یمن، در سوریه، در عراق، اونجا مداخلاتی رو علیه مردم منطقه انجام بدید و تقابل با آمریکا رو تمام قد ادامه بدید در حوزه‌های دیگه. محمد جواد ظریف هم در این نواری که صداهایی که از اون منتشر شده میگه که به عنوان وزیر خارجه هیچ نقشی در امور کشور نداشته و مسائل عمده کشور به وسیله نظامی ها تعیین میشده. در نتیجه این رو هم باید به حساب شکست آقای روحانی گذاشت، چون او برخلاف وعده هایی که داده بود نتوانست به جنگ اقتصادی پایان بده، نتوانست زمینه تعامل ایران رو با دنیا برقرار بکنه، در حالی که این وعده رو داده بود. روحانی اما سال آخر ریاستش را بیشتر به توجیه سیاست ها، پیدا کردن مقصر و نهایتاً طلب بخشش از مردم گذراند. طلب عفو می کنم از مردم و به مردم می گویم که اگر توطئه خارجی نبود و اگر توطئه صهیونیست ها و تندروهای آمریکا و ارتجاع منطقه نبود و اگر جنگ تحمیلی نبود، امروز شرایط خیلی بهتر را در ایران شاهد بودیم و ما به همه آرزوهامون دست یافته بودیم. اما و اگرهایی که به اعتقاد بعضی از کارشناس‌ها بیشتر توجیه ضعف مدیریتیه، اما اونچه که مسلمه دیگه فرصتی برای جبران و عمل به وعده‌های انجام نشده باقی نمونده. حسن ختام این کنکاش شاید حرف‌های خود روحانی باشه که اگرچه قدیمیه، اما شاید بهترین توصیف از میراثیه که از او و از دولتش باقی مونده. افرادی به مردم وعده و وعید میدادن و دیدیم پایان اون دولت‌ها مردم به چه روزگاری افتادن. این دنبال چه مارو که اینا این از ما میگیرن، برای چربش میکنن، برای روغن و اینا، روغن موغن میگیرن ازش، اینا آب میکنن روغنشو میگیرن، همین است. مردم ما دارن اینجوری زندگی میکنن. دیدیم وضع تورم چگونه شد. مثلا قیمت بوده مثلا طرف داشته 30 تومن ماهی، 400 تومن، 500 تومن، امسال صاحبخونه اومده کرده 50 تومن ماهی، 1 تومن، 1200 تا 1500 حتی، تازه توی این منطقه فوق‌العاده ضعیف نشین. دیدیم مردم صبح به فروشگاه میرفتن و اطمینان نداشتن که بعد از ظهر قیمت جنس به کجا میرسه. یعنی پارسال اگه ما سیب زمینی رو میدادیم 5 تومن، الان فکر کنم باید 10 تومن هم بدیم. هارو میاد میگه چی ارزون داریم من ببرم، هر چیزی رو مثلا دست میذاره روش، میگه قیمت مناسب اینو نداریم. دیدیم وضع بهداشت مردم چگونه شد. دیدیم چگونه عزت مردم زیر پا گذاشته شد. علت این که مردم ما اعتماد دارن این که میبینند در شرایط تحریم در تابستان برقشون قطع نمیشه. برش سی سیو، مرز زیر دستگاه، مرز دارن اکسپار میشن، برق استرگی نمیاد، تو هر برش آمبو، آمبو یه دونه است، اما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. برای اینکه مردم میدونن در شرایط سخت کرونایی آبشون قطع نمیشه. حالا برق رو قطع کرده، چرا آب رو قطع میکنی؟ بی انصافه. یعنی الان من باید بیام از این آب استفاده کنم.